خوش آمدین شما بیننده این بخش برنامه آماج، یعنی دیدگاه شما به گونه زنده هستین. شماره تلفن ما از این لحظه فعال است، میتونین زنگ بزنین و دیدگاه خود را با ما شریک بسازین. از شما میپرسیم که امروز و یا دیروز و یا دو روز پیشتر گاز را، یک کیلو گاز را به چند افغانی خریداری کردین؟ دلیلش چی است؟ بازار آزاد و رقابت ناسالم و یا اینکه عدم کنترل و یا نظارت دولت بر بازارهای افغانستان، دلیلش به نظر شما چی است؟ همین موضوع را در صفحه فیسبوک هم با دوستای ما که به صفحه پیوستن شریک ساختیم، اینا هم نظریات خود گذاشتن که نظریات. با سلام، محمد امین محجاب هستم از شهر مزار شریف. به نظر من این دلیل بلند رفتن قیمت گاز مایع آزاد گذاشتن تجارها از طرف دولت افغانستان می باشد، به این دلیل که تجارها به هر قیمتی که بخواهند بالای مردم افغانستان می فروشند و کسی نیست که از کارهای آنها جلوگیری کند. نظر محمد امین بود. این پلان است که ما مردم نادان باشیم و دشمن یک دیگر و کشته یک لقمنان باشیم. نظر مسلم روی صفحه فیسبوک: نبود انصاف و ضعیفی وجدان تجار. نظر جاوید روی صفحه فیسبوک: دلیل برند رفتن قیمت گاز مایع در کشور اعلام کردن بازار آزاد است. شفیق روی صفحه فیسبوک نوشته میکنه، شریف شریفی روی صفحه فیسبوک نوشته میکنه. مصطفی عزیز، مصطفی پیکار فشرده، نظرت میخوانم: از آنجایی که سیستم اقتصادی ما بر پایه بازار مختلط بنا یافته است و از نظر اقتصاد این بازار یک نوع آزادی کامل را دارد، نظر به قانون، تاجران ما اختیار خود را دارند و نسبت نبود نظارت درست دولت بر این سیستم اجازه داده تا یک عده از تاجران و بهتر بگویم مافیا گران مواد سوختی به خاطر منفعت شخصی و گروپی که دارند نبض بازار مواد سوختی را کاملا در اختیار خود بگیرند. فشرده نظر. محمد کریم از کابل روی خط هستن، خوش آمدین آقای کریم. سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید نظر شما چی است؟ نظر من اینه تجار که فعلا گاز وارد میکنن و بایی دکاندارایی که پرسنس میکنن و اینا بسیار فایده زیاد میگیرن. یعنی شما مشکل را از پرچون فروشان میدانین؟ مشکل از پرچون فروشان میدانین، بله. شما در دو سه روز گذشته آیا گاز خریدین؟ یک کیلو گاز چند افغانی خریدین شما؟ من گازه که خریدم 3 روز پیشتر 90 لپن. سپاس، تشکر از حضورتان در برنامه. بی‌باوری دولت، دست داشتن تجارها با دولت‌های ما، بازار آزاد اعلام کردن اما رقابت وجود ندارد، رفاقت کردن. نظر عارف روی صفحه فیسبوک. دلایلش هم میره میدانند. این بلند رفتن نتیجه احتکار بازرگانان، عدم جدیت دولت در مقابل شرکت های وارد کننده. نور روی صفحه فیسبوک نوشته و دوستانی که طویل نوشتن معذوریم از نظریاتشان. یما از کابل، خوش آمدین آقای یما. متاسفانه تماسشان قطع شد. آجی درویش از کابل نوشته: دلیل بلند رفتن و قلت گاز، انحصار بازار به واسطه یک عده از ظالمان و خونخوران و ناتوانی و عاجز بودن ارگانهای زیربط من جمله وزارت تجارت و ریاست مواد نفتی. نظریات دور بودن و بیخبری بودن از احکام الهی. مقصد من از احتکار است. احمد بصیر روی صفحه فیسبوک می نویسم. جمشید از کابل روی خط هستن، خوش آمدین آقای جمشید. خوش باشین برادر خان. سلام برادر شما. سلام، بفرماین شما در چند روز گذشته گاز خریداری کردین؟ بله برادر. یک کیلو گاز به چند افغانی خریداری کردین؟ یک کیلو گاز به 90 افغانی هم رسیده بود برادر خان. و دلیلش در چی می بینین؟ و علت شد دولت، به خاطر از اینکه دولت به حساب میگن که ما گاز داریم، گاز توزیع میکنیم. در بسته شهر کابل 15 نمایندگی است که در هر منطقه فکر کنیم که 60-70 تا دکان است، رسیدگی به دولت به مشتری ها نمیدانند و دولت میگن که 15 نمایندگی داریم و 55 رفع.
با کدام حزب و وزیر سابق ما پیشتر که شما کسشان مصاحبه میکردین میگفتن که در وقت ما 45 رفع، اما در وقت خود از اون وزیر صاحب 75 رفع رسیده بود. تشکر از حضورتان. سلام از زندگی. کشورهای فروشنده مواد سوختی مانند ترکمنستان و ایران با فرارسیدن فصل زمستان به تجار افغانی مواد سوختی به ویژه گاز و تیل را به پیمانه کم و با قیمت دلخواهشان به فروش می رسانند و همچنان وضع تعرفه های بلند از سوی وزارت مالیه از دلایل عمده بلند رفتن گاز در کشور است. نظر کدام دوست ما بود؟ نظر ضیاءالله روی صفحه فیسبوک، البته پایین رفتن نظرشون. اگر نظام خب، بنده صمیم دانشجوی دانشکده دانشگاه کابل، البته رشته اقتصاد، خب می توانم یکی از دستاوردهای بازار بدانم. اگر نظام مختلط باشد شاید به همچو ناهنجاری ها بر نمی شدیم. دوست عزیز صمیم عزیز، ساختار نظام اقتصادی افغانستان هنوزم مختلط است برای معلومات بیشترت. بی‌کفایت بودن دولت در کنترل شرکت‌های تجارتی، صبوون علیمی روی صفحه فیسبوک نوشته. عزیزی از کابل، خوش آمدین آقای عزیزی. سلام علیکم برادر. سلام بر شما. نظر شما چی است؟ شما چی فکر میکنید؟ یک تقدیم میکنم برادر، تقضیه مایی از کمی رسانه ها غیر ازی که در کابل فعالیت مستند ولایت مثل مزار شریف، ما خبر دارن که در جریان 4 روز یا 5 روزی ایت ما سفر داشتم به طرف شهر مزار شریف، یک کیلوگرم با 130 افغانی اونجا فروخته شده. در حال خود ما خریداری شدیم که در کابل 90 افغانی شده، قبلا در اونجا 1 کیلوگرم با 120 افغانی شده و در جریان روز 4 یا 5 ایت ریاست امنیت مزار شریف، شهرواله و بخشای ارگانهای دیگه به صورت عموم 4-5 دانه رنجر اگر متاسفانه تماسشان قطع شد و از بلند بودن گاز در مزار شریف صحبت میکردن. به کفایتی حکومت در مقابل شرکت های خصوصی کشور و حمایت از آنها، تواب روی صفحه فیسبوک نوشته بود. بازار آزاد در اسلام کفر است. عجب، به هر اندازه تقاضا زیاد می شود قیمت بالا می رود. استیزا محمد وحید یوسفزی روی صفحه فیسبوک نوشته کرده بود. کاش که یک دلیل می داشت. حسیب روی صفحه فیسبوک نوشته بود. بیکفایتی ارگانهای زیربد مصطفی هاشمی. به نظر من رشوت فراوان مامورین گمرک. فرهادشاه مهران روی صفحه فیسبوک نوشته. احمد صمیم عمران از دبی می نویسه. به نظر من کم توجهی وزارت تجارت در برابر محصولات در بنادر کشور و کم توجهی وزارت نفت در برابر سعید عزیز، وزارت نفت وجود نداره. سپاس از حضورتان، معذوریم از اینکه فرصت کم مان نتانستیم تمام پیام هایتان بخونیم و دوستا تقاضا کرده بودند که ما دیرتر پیام میگذاریم، بنان از آخر شروع کردیم. دوستایی که در اول پیام گذاشته بودند تشکر از حضور گرمتان در برنامه، تا اینکه با یک برنامه دیگر در خدمت شما قرار میگیریم. تشکر فراوان، شب و روز خوش داشته باشین. روی همین صفحه فیسبوک همکارانم حالا برای شما نشان میدن برنامه ما گذاشته میشه. اگر دوستان در بیرون از افغانستان و یا ای که نتونستن برنامه را ببینن میتونن ببینن. من به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میگیرم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.